مرحوم آیت الله ربانی هم داشتی که دادستانی کلی کشور بوده، ایشون پدر خانم من بود، ایشون سال 64 فوت شدن. اون وقت میگفتن که من چهارشنبه ها رو گذاشتم برای مراجعات مردمی، یعنی کارها اداری هستن قبول نمیکنم و مردم بیان مثلا کار خاصی داشتن مستقیم. میگفتن این خانومی اومد گفت من آره همسرم سرهنگ بوده زمان شاه و اعدام شده و ما الان هیچی نداریم، حتی یک خونه شخصی نداریم، فقط 600 هزار تومان قرض داریم. 600 هزار تومان اون وقت خب مبلغ قابل توجهی بود که ایشون میگفت، من گفتم تأخیر کردن، هم پروندهش رو آوردن خوندم، هم که گفتم در مورد خانوادهش تأخیر کردن، دیدم آره درست میگردن با من. این پیداست آدم پاکی هم بوده که مثلا یه سرهنگ نتونست یه خونه برای خودش تصویب کنه، بالاخره پیداست از حقوقش نمیرسه. بعدشون تعبیرش این بود، میگفت من پرونده رو خوندم، چیزی در اون پرونده نبود که به استناد اون حتی یه ما زندان بشه به اون داد و آقای ریشهری اون رو حکم اعدام داد. بعد به اینا گفتم، گفتم ببینید اینا که سال 60 اومدن زندانی رو اعدام کردن، اینا شاگردای آقای ریشهری بودن. نامه ای که میگن امام خمینی نوشته که اینا رو بکشید و اشد داول الکفار باشید، اصلا این دستخط خمینی نیست، یعنی به کارشناسا الان ببینن میگن، میگن دستخط ایشون نیست، دستخط ایشون در اون سن 90 و خورده سالی، در اون سن حدود 90 سال بسیار لرزان بوده. اون شعرها که می نوشتن من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، اون دستخط خودشونه، اینجوری دندون دندونشون کاملا مشخصه که و خود خمینی هم چارچوبی تعیین کرد برای تو وصیت نامش، نوشته که الان که من زنده ام به من نسبت هایی داده میشه و مسلم بعد مرگم بیشتر میشه و چیزی از من نیست مگر اینکه خط و امضای من باشه با تایید کارشناسا یا اینکه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده باشه. خب این نامه هایش بود، این شرایط رو نداره. اعدام زندانی 67 واقعا از آقای خمینی پوشوندن و نگذاشتن ایشون متوجه بشه، چون که یکی که آقای منتظری تو همون فایل میگه اگه 10 دقیقه به من وقت میدادن ملاقات کنم میرفتم نظر آقای خمینی رو تغییر میدادم، یعنی کسی مثل آقای منتظری نمیتونسته بره 10 دقیقه با ایشون صحبت کنه با ایبال بقیه. یکی اینکه اون نامه هایی که آیت الله منتظری نوشته و همون سال 67 مرداد 67 خب مضامینش خیلی تنده و اونا هیچ جوابی از طرف امام خمینی نیومد. آقای خمینی کسی نیست که بشینه یه نفر بهش بگه مثلا تو چند هزار نفر تو چند روز کشتی و هیچی نگه، هیچ جوابی نیومد. باز این هم میرسونه که ایشون نمیذاشن در جریان قرار بگیره و این ادامه داشته تو پنجم فروردین 68 که نامه از بی بی سی خونده شد. کسایی که دنبال عزل آقای منتظری بودن این نامه رو دادن به بی‌بی‌سی که امام سر موزه بیاد و فرداش نامه شیشه یک رو بنویسه اون مضامین تند رو. خب کسی که در جریان نباشه و یه دفعه این اطلاعات رو بهش بدن اصلا یه دفعه منفجر میشه که میبینه انگار نظامی که مثلا برای زحمتش نه انگار داره از بین میره، مثلا یه چیزایی هم اینجوری قاطیش میشه و یه تصمیم تندی میگیره. تو همون مستند قائم مقام اصرار داشت که مثلا این نامه رو شما دادید. گفتم آخه ببینید اصلا ما از نوروز 68 دیگه همه میدونستن که آقای منتظری رو میخواد ما برکنار کنه و اصلا عاقلانه است ما تو این موقعیت بیام این نامه رو بدیم به بی بی سی که خودمون بنزین رو آتش بریزیم. نه خیر، اون کسایی که میخواستن پروژه رو پیش ببرن این کار کردن. مسلمه اخیراً آقای بنی صدر گفته که یک شخص مورد اعتمادی از ترکیه برای من اینو فرستاد. میگه تا زنده است آقای بنی صدر بالاخره بپرسیم اون شخصی که از ترکیه برای من فرستاد اون کیه و میخوایم تو تاریخ بمونه لااقل.